بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که یک مرد پاکستانی عضو گروه سنی های تندروی داعش به نام محمد شباز خان مقیم کانادا متهم به برنامه ریزی برای حمله مسلحانه به یک مرکز یهودیان در نیویورک از طرف داعش شده است. محمد شباز خان قصد داشت در سالگرد حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر به مرکز یهودیان در نیویورک حمله کند. این تبعه پاکستانی چهارشنبه گذشته در کبک کانادا دستگیر شد. این وزارتخانه تاکید کرد که ایالات متحده به همکاری نزدیک با همپیمانان داخلی و بین المللی برای مقابله با تهدیدات ناشی از حملات گروه سنی های تندروی داعش و سایر سازمان های تروریستی ادامه خواهد داد. درگیری میان طالبان و مرزبانان پاکستانی در استان خست، حداقل 4 مجروح در قلمروی افغانستان به جا گذاشته است. برخی رسانه ها گزارش دادند که در این درگیری یک نظامی و 4 غیر نظامی پاکستانی نیز زخمی شدند. درگیری بین نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در استان خست عصر دیروز آغاز شد و دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. این چندمین باری است که نظامیان پاکستانی و طالبان با هم درگیر شدند. منابع محلی در افغانستان میگویند طالبان روند بازرسی تلفن‌های همراه را در سراسر این کشور راه اندازی می‌کنند و هدف آن دریافت موارد منتشر شده ضد طالبان است. در استان غور گفته شده که افراد طالبان تلفن‌های همراه مردم را در مسجد و پس از نماز عشا بازرسی کردند. منابع همچنین میگویند که در استان‌های بامیان و دایکندی نیز تلفن‌های همراه مردم به ویژه جوانان بازرسی شده است. همچنین گزارش شده که طالبان در مواردی برخی از تلفن‌های همراه را ضبط کردند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا میگوید مداخله مقام‌های طالبان در امور آنها موجب شده که فعالیت برخی از پروژه‌های کمک رسانی خود را در افغانستان به طور موقت متوقف کند. به گفته این دفتر تا ماه ژوئیه سال جاری 106 مورد مداخله افراد طالبان گزارش شده است و به همین دلیل 59 پروژه به طور موقتی متوقف شده است. افراد طالبان با کارمندان این سازمان‌ها برخورد فیزیکی می‌کنند. اوچا همچنین گفته که طالبان در تدارکات نهادهای امدادرسان هم دخالت می‌کند. محسن حیدری مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت وزش باد شدید تا بیشینه 101 کیلومتر دیروز زابل را در نوردید و گرد و غبار حاصل از آن شعاع دید افقی را به 700 متر کاهش داد. وی در ادامه افزود توصیه می شود از تردد غیر ضروری بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان در زمان غبارآلود شدن هوا خودداری شود و همچنین احتیاط در ترددهای جاده‌ای و محافظت از گلخانه‌ها و محصولات توصیه می شود و از کار در ارتفاعات جداً پرهیز شود. گفتنی است تا سه شنبه در منطقه سیستان شامل 5 شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز واقع در شمال استان باد شدید و طوفان و گرد و خاک و در نقاط مستعد پیش بینی می شود. مراکش از ژانویه تا کنون مهاجرت 45,000 نفر به اروپا را متوقف کرده و 177 باند قاچاق مهاجر را منهدم کرده است. گفتنی است این آمار 6% نسبت به سال قبل افزایش داشته است. در پایان لازم به ذکر است نظارت شدیدتر بر مرزهای شمالی مراکش تعداد فزاینده ای از مهاجران را وادار می کند تا مسیر خطرناکتر و طولانیتر اقیانوس اطلس را به سمت جزایر قناری امتحان کند. وزارت منابع آب عراق روز گذشته از گنجاندن سیستم کانال زیرزمینی کهریز حاجی بیخان در کرکوک در فهرست میراث جهانی سازه‌های آبیاری خبر داد.
این خبر طی 75مین نشست شورای اجرای کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی که از اول تا 7 سپتامبر در سیدنی استرالیا برگزار شد اعلام شد. گفتنیست این کانال 150 سال پیش ساخته شده و تأمین آب هم برای مصارف کشاورزی و هم برای مصارف خانگی طراحی شده بود و تکنیک های پیشرفته ای را نشان میداد که اجازه میداد آب به طور مؤثر در سراسر منطقه ارسال شود. بر اساس آمار رسمی، تعداد تلفات تب دنگی در بنگلادش تاکنون در سال جاری به مرز 100 نفر نزدیک شده است. دولت بنگلادش روز گذشته تأیید کرد که 3 نفر دیگر بر اثر تب دنگی در این کشور جان خود را از دست دادند و تعداد کل قربانیان در این کشور از ماه ژانویه به 95 نفر رسیده است. داده ها نشان می دهد که در مجموع 403 مورد تب دنگی در 24 ساعت گذشته گزارش شده است. گفتنی است باران های موسمی در این کشور تب دنگی را افزایش داده است. حفاری ها در شهر باستانی کاونوس واقع در جنوب ترکیه بقایای یک آبنبار و بخش هایی از یک سیستم بهداشتی را کشف کرد. گفتنی است قدمت این مجموعه به قرن 6 پس از میلاد برمیگردد و آخرین بار در دوران عثمانی مورد استفاده قرار گرفت. شایان ذکر است پیش از این نیز مقبره های صخره ای 2400 ساله، تئاتر 5000 نفری، بازیلیکا، حمام، آگورا، مکانهای مقدس و موزاییک های 1300 ساله در این منطقه که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است، کشف شده بود.